رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که دولت روحانی سال گذشته 6 میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی خرید و با قیمت 4200 تومان به وارد کنندگان فروخت. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته که دولت حسن روحانی سال گذشته 4 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، اما از آنجا که به 10 میلیارد دلار ارز نیاز داشته، 6 میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت 4200 تومان به وارد کنندگان فروخته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت روحانی عملاً اقدام به چاپ 6 میلیارد دلار پول کرده و با مابه و تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیما کسری بودجه خود را جبران کرده است. خبرگزاری ایرنا در واکنش به سخنان علی صالح آبادی نوشته که سخنان رئیس کل بانک مرکزی یکی از استدلال‌های همیشگی حامیان ارز 4200 تومانی را که آن را فاقد اثر تورمی می‌دانند کاملاً رد کرد. در این گزارش آمده که سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل بر اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم خواهد شد. در واقع در حالی که هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز 4200 تومانی خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده است. وبسایت اقتصاد نیوز نیز در گزارشی با اشاره به ادعای دولت روحانی روباه مبنی بر اینکه هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده نوشت این اقدام دولت عملاً تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده است. بر اساس این گزارش ها، اگرچه ممکن است حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش بهای برخی کالاها شود، اما با کاهش رشد پایه پولی و تأثیر کاهنده آن بر تورم، بخش عمده آثار تورمی این سیاست به بازه زمانی یک ساله از بین خواهد رفت. سامانه ارز نیما از اردیبهشت ماه سال 97 توسط بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ایران و خرید و فروش ارز بین فعالان اقتصادی به ویژه وارد کنندگان و صادر کنندگان ایجاد شد و برخی ماه‌ها قیمت ارز در این بازار نزدیک به قیمت بازار آزاد بوده است. از سوی دیگر، پس از آنکه در فروردین ماه 1397 قیمت دلار با افزایش بیش از دو برابری روبرو شد، تیم اقتصاد دولت روحانی قیمت 4200 تومان را بدون هیچ مبنایی برای ارز دولتی در نظر گرفت. قرار شد دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار بگیرد، اما از ابتدا ارز 4200 تومانی به رانتخاران و افراد دارای رابطه تخصیص داده و به کانال دیگری از کانال‌های فساد جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه امسال در سخنانی از توزیع رانت 300 هزار میلیارد تومانی توسط دولت روحانی خائن خبر داده بود. در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم، اما با اصرار دولت مجدداً در بودجه لحاظ شد. در 3 سال گذشته، یعنی سالهای 97، 98 و 99، حدوداً سالی 100 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرایندهایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده. 300 هزار میلیارد تومان یعنی 1/3 بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. او به افزایش قیمت و نایاب شدن نهادهای دامی که از جمله دلایل گرانی مرغ و گوشت عنوان شده اشاره کرده و گفته بود اگر نهادهای بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم، قیمت آن بیش از 22 هزار تومان نخواهد شد. پس فاجعه است
که ارز 4200 تومانی به کالا بدهیم، اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند. محمد رضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در اردیبهشت ماه 1399 و دو سال پس از توزیع دلار 4200 تومانی گفته بود با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین غلات، ذرت، سویا و جو و محصولاتی مانند برنج و شکر، قیمت این محصولات در داخل افزایش یافته که قیمت تمام شده دیگر محصولات صنایع غذایی را هم متأثر می‌کند. پیش از این نیز خبرهایی درباره تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درباره نحوه تخصیص دلار 4200 تومانی و تخلفات مربوط به آن منتشر شده بود. سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارز 4200 تومانی نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کند، بلکه از یک سو برای رانتخاران متصل به نظام فاسد جمهوری اسلامی سودآور شد و از سوی دیگر برای دولت خیر و برکت به همراه آورد. یادمان می‌ماند که انسداد اینترنت تصمیم کلیت نظام بود و در دولت روحانی تصمیم سازی و کارسازی شد. تمام زیرساخت‌های انسداد اینترنت هم در دولت امنیتی روحانی روباه و توسط آذری جهرمی بیشخصیت و لومپن و فیروز آبادی خائن تأمین شدند و تیترها و خروجی جلسات دولت روحانی در زمینه فضای مجازی هم به راحتی گویای این واقعیت هستند. یادمان می‌ماند در روز تصویب طرح صیانت هم دبیر شورای فضای مجازی فیروز آبادی خائن امنیتی اصلاح طلب و خواهرزاده موسوی بجنوردی فامیل حسن خمینی بود و پیشتر هم از کمک مجلس 11 به مرکز امرش تشکر کرده بود. یادمان میماند در مجلس لیست امید گماشتگان خاتمی طرح واگذاری درگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح را مطرح و خبرساز شد و طرح صیانت کنونی در همان دوران پایه‌گذاری شد. یادمان میماند شورای مجازی مثلا در جلسه 69 طرحی به ریاست فیروزآبادی خائن تصویب و ابلاغ کرد که در آن تاکید شده قوه قضاییه باید با همکاری مرکز فضای مجازی، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات ظرف 3 ماه نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کنند. همچنین هیئت نظارت بر مطبوعات درگاه‌های نشر داخلی هم مطابق با شرایط تعیین شده در قانون مطبوعات شیوه نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار، محتوای خبری خلاف واقع را در چارچوب قانون و آیین نامه های آن تهیه و اجرا کنند. طبق این مصوبه وزارت ارشاد باید ظرف 3 ماه درگاه‌های نشر پرمخاطب را شناسایی و احراز هویت کند. یادمان می‌ماند اولین بار در زمان خاتمی و در شورای انقلاب فرهنگی به ریاست خاتمی و در اوج فریب 2 خرداد انسداد اینترنت تصویب شد که بر اساس آن افراد زیر 18 سال از اشتراک اینترنت محروم شدند. سرویس دهندگان موظف شدند از فیلترینگ مناسب جهت انسداد دسترسی به سایت‌های سیاسی و اخلاقی استفاده کنند. کافینت ها موظف شدند نام، نشانی، آدرس کامل، مشخصات هویتی و IP استفاده کنندگان را ثبت کنند. لعنت بر تمام شما آخوندهای غارتگر و ضد انسان. سپاس از شما تا ویدئوی دیگر بدرود.